اگه فکر میکنین نیاز به یه اپلیکیشن هم میتونیم بزنیم با هم دیگه، تا حالا تو فرصت مثلا 10 دقیقه که میزنیم اقصد داریم. خب بیایم یه اپلیکیشن بزنیم. حالا ما الان این همه توضیح دادیم که این چیه اون چیه، بیایم ببینیم تو کد چه جوری. اصلا من میخوام الان یه دونه اندروید پروژه درست بکنم ببینیم که توی کدمون چه جوریه. من اول این ارور رو کامنت بکنم که پروژه‌مون همون باشه. خب چیزی که سمپلی که ما می‌خوایم بزنیم چیه؟ یک ریسایکلر ویو، چیزی که حالا تو خیلی از اپلیکیشن‌ها وجود داره. یک ریسایکلر ویو که ما یک ادپتر می‌سازیم و دیتا رو می‌خوایم بسیت بکنیم. ببین تو اندروید چه جوریه و من درست توی کاتلین چه جوری من می‌تونم این کارو بکنم. من اولین کاری که می‌کنم همین مین اکتیویتیمو از توی کد میام کانورت می‌کنم به کاتلین. این اولین استپمونه برای اینکه یه پروژه‌مون رو ما بتونیم کلاسمون رو با کاتلین بزنیم. ویومو باز میکنم. من فکر کنم که چیز رو اضافه کردم به این دیزاین رو. یک تست میکنیم. بله. مچ پرنت. من چون یه ذره سخت تایپ کردم واسه من مختصر می‌نویسم ذره. خب ما میایم اینجا یک ولیو تعریف کنیم به نام ریسایکلر ویو از نوع ریسایکلر ویو. من یه حسنی که حالا ببینید یه بدی که وریبل ها واسه ما دارن چیه؟ یک بدی که این وریبل ها واسه ما دارن چیه؟ اینه که شما هر سری باید با اون علامت سوال چک بکنین و اون علامت سوال در اصل توی اون لایه زیرین داره چیکار میکنه؟ برای ما همون if null رو چک میکنه. این رو خیلی باهاش مخالفن که میگن آقا یه کاری بکنید که ما هی این رو چک نکنیم. یک راهی خود کاتلین گذاشته برای ما، من اینو هم بگم اینجا. وقتی که ما یک null value داریم و میدونیم که null نیستش، یعنی من گفتم که اگه بخوایم از نال ولیو استفاده بکنیم قبل از دات بعد علامت سوال بذاریم، ولی یه موقع هستش که من میدونم این نال نیستش یا اگه ناله اصلا نه پروژه من کار بکنه و بعد این کرش بکنه. برای این استیت ها ما از دو تا علامت تعجب استفاده میکنیم. دو تا علامت تعجب قبل از دات یعنی اینکه این ولیوی من مطمئنم که نال نیست و اگه نال بود نال پوینت اکسپشن به ما میده. یعنی اونجوری هم نال پوینت اکسپشن حذف نشده از آره. اون اگه این نال بود یعنی یه موقع هستش که شما اپلیکیشنتون نباید، حالا درسته که این اسکیپ میکنه براتون ولی نباید اصلا کار بکنی، یعنی هیچ وقت نباید با یک ولیو نال ما به اون مرحله برسیم. شما میتونید با دو تا علامت تعجب این رو چک بکنید که اگه اینجا نال باشه در این خط شما کرش میکنه. حالا این علامت تعجب گذاشتن ها و علامت سوال گذاشتن ها برای ما مخصوصا وقتی که میخوایم یک حالا کلاسی رو بنویسیم، مثلا من الان بخوام اینجا بنویسم بعد اینو نال بکنم و اینجا بیام مثلا بگم که ریسایکلر ویو مساویه با فاین ویو آیدی آر دات آیدی دات ریسایکل از ریسایکلر ویو، بعد این کارو بکنم و هر سری که بخوام استفاده بکنم دات مثلا چه میدونم لی اوت منیجر مساویه با لی اوت منیجر چرا کمکی رو نمی کنم؟ هر سری که من میخوام این کار رو بکنم بعد یک علامت سوال این پشت بذارم. چیکار کردم؟
هر سری میخوام از این ریسایکل رو استفاده بکنم برای یک علامت سوال این پشت بذارم، درسته؟ و این یه ذره واسه ما بده. برای حل این قضیه کاتلین اومده یک کیورد دیگه معرفی کرده به نام late init. late init یعنی چی؟ late init یعنی چی؟ late init یعنی که تو صبر بکن، من بعداً این مقدار رو اینشالایز میکنم. یعنی شما میایید توی وقتی یه موقعی هستش که شما میدونید این رو تو طول برنامه‌تون توی کانستراکتورتون دارین اینیشیالایز می‌کنین یا تو اولین قسمت برنامه‌تون اینیشیالایز می‌کنین، شما این معمولاً اینا رو لیت نیت قرار میدین که میگه من تو اولین خطم دارم اینیشیالایز می‌کنم اینجا، قبل از این با ریسایکل ریویو کاری ندارم و بعد از این هم اگه خواستم کار بکنم چه زشته، اگه خواستم بعد از این هم کار بکنم میدونم که نال نیستش. شما با کیورد لیت نیت میتونید ببینید که خب اوکی این نال نیست، شما با همون حالت عادی نات نال با این برخورد بکن. خب ما میایم یک کلاس ادپتر می‌نویسیم. برای ساخت کلاس کاتلین چیکار باید بکنیم؟ آیا هر سری ما باید کلاس جاوا بنویسم بیام کانورت بکنم تو کاتلین؟ جوابش بازم نه. شما از اینجا نیو کاتلین فایل کلاس رو انتخاب می‌کنید و اینجا من می نویسم مثلا main adapter و اینجا کلاس رو انتخاب می کنم. خب توی این مثال خیلی سه خوبی می فهمیم. من می کلاس view holder درست می کنم که یک ول view می گیره که extend میکنه از recycler_view.viewholder که تو کانستراکتور اون recycler_view_viewholder ما باید view رو پاس بدیم. اینجا الان فهمیدیم چی شد، ما اومدیم یک کانستراکتور viewholder رو درست کردیم که view میگیره و گفتیم که از کلاس viewholder recycler_view_earthbury بکن و view رو که اینجا گرفتیم به این پاس بده به عنوان آرگومانش. بله آره دیگه این کانستراکتورشه، در از کانستراکتور اونو کال میکنه. خب اینجا ما میایم یک قسم، من یه سوالی که حالا احتمال داره براتون پیش اومده باشه اینه که من احتمال داره یه سری کد بخوام بنویسم توی کانستراکتور. یعنی شما یه کانستراکتور دارید، من یه سری ولیو رو ست میکنم بخوام یه سری کد بنویسم. خب ما که الان هیچ کدی نمیتونیم بنویسیم، یعنی من الان اینجا متد بنویسم، یعنی من بعد هر سری مثلا یه کانستراکتور یه آبجکت اینیشیالایز بکنم، متد اینیت رو کال بکنم یا یه متدی که خودم می‌نویسم. برای این کار کاتلین میاد یک بلاک قرار میده به نام init. init بلاک بعد از primary constructor کال میشه. یعنی شما وقتی که الان این متدتون کال میشه، اول primary constructorتون کال میشه، یعنی این viewتون initialize میشه، بعدش بلاک initتون کال میشه. اگه من از secondary constructor استفاده بکنم چی میشه اون موقع؟ اول شما وقتی که object رو با secondary constructor میسازین، اول پرایمری کانستراکتورتون کال میشه، بعد اینیت بلاکتون کال میشه، بعد سکندری کانستراکتور یعنی بادی سکندریتون کال میشه. روششون به این صورته، یعنی اینیت در اصل بادی پرایمری کانستراکتوره. من توی اینجا میام یک ول تکست ویو که از نوع تکست ویو مینویسم. حالا بازم اینجا یه چیز ما گفتیم اینجا تکست ویو تکست ویو مساوی با r dot id بذاریم من سطر من بسازم layout new layout resource row و برای خیلی سمپه یه دونه تکست ویو مش برند سرچ برندی
به این صورت شما میتونید یک حالا تکست ویو که میسازیم ویو دات فایند بای آیدی از تکست ویو من کسب بکنم به تکست ویو. بازم یه خوبی دیگه که داره، شما اگه فقط میخواین اینیشیالایز بکنید نیازی به اینیت بلاک ندارید و اینجا خیلی راحت میتونید این دو تا خطتون رو با هم تلفیق بکنید و در اصل تو یک خط شما بنویسید این کدتون. ولی نه، اگه میخواین یه کدی بنویسین، حالا احتمالاً شما تو کانستراکتور میخواین یه سری کارا انجام بدین، یه سری کارهایی که اصلا با اینیشیالایز کردن ها یکی نیستش، میایم از این کار استفاده میکنیم، یعنی یک اینیت بلاک قرار میدیم و ولیومون رو اینجوری تعریف کنیم. حالا من اینو همینجوری قرار میدم، یک متد من مینویسم توی این ویو هولدرم به نام آنبایند، خب بیایم حالا کانستراکتور اینو بنویسیم. اکستند میکنه از ریسایکل ریویو دات ادپتر که چون که کلاسه قراردادن این الزامی بعد از اینجا ما چیکار کردیم تا الان؟ یک کلاس ساختیم، یک ولیو تعریف کردیم برای میوتبل لیست. ما لیست ها این من موقعی که داشتم یاد میگرفتم اینجا خیلی واقعا درگیر شدم. من اینجا ما یک چیز دیگه هم داریم، بذار من این اوورراید کنم بعد بهتون بگم. ما الان من میخوام مثلا فکر کنید که بذار اینجا من یه فرم بنویسم، فرم تست. من اولین باری که داشتم کاتین رو میخوندم یه لیستی ساختم از استرینگ و گفتم که خب باش کار بکنم، اومدم یک استرینگ لیست دات دیدم اد نداره، ای بابا get دیدم get نداره، ای بابا اینجا بود که واقعا گفتم که این چه زبان مسخره ایه. ولی بعد فهمیدم که ما یه میوتبل داریم، ایمیوتبل داریم. وقتی که شما اینو لیست تعریف می‌کنید یعنی ایمیوتبل، یعنی نمیتونید تغییرش بدید، نمیتونید روش اد بکنید، نمیتونید ریموو بکنید. برای همین شما باید میوتبل لیست تعریف کنید، اینجا میوتبل لیست تعریف کنید که بتونید باش کار بکنید. چون 5 دقیقه وقت داریم، من یه سری سریع‌تر کد می‌زنم. تو دو توی کاستین باعث کراش میشه، اونم کراشش اینه که نات ایمپلیمنتد اروره، یعنی شما سعی کنید که وقتی اوورراید می‌کنید حتما اینا رو بردارید. یک ویژگی دیگه هم که تو کاستین داره اینه که شما وقتی که متدتون فقط داره ریترن می‌کنه میتونید به این براکت ها، به این کرلی برایس ها نیاز نداشته باشیم، اینو مساوی قرار بدیم. من میگم if، بذار اینجوری بگم، این دات چرا سایز نداره؟ بذاریم به اون میرسیم.
یه چیزی که شاید انجام براتون جذاب باشه اینه که ما چه ستر نداریم هیچ وقت، یعنی ست لی اوت پارام ست لی اوت منیجر نمی نویسیم. و وقتی من دارم ست لی اوت منیجر می نویسم، خودش داره من میشه از این استفاده بکن لی اوت منیجر. یعنی اگه ما سمت چپ بنویسیم ستر میشه، سمت راست بنویسیم گتر میشه. من ادپتر رو هم میسازم، می نویسم مین ادپتر و سکیوریتی. بزن یک کانستراکتور هم به این بدیم. آها 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 خیلی طبیعی بود. این عجیبه. من یک لیات اینفلیتر درست میکنم. و در نتیجه اینجا به کانتکست نیاز دارم. خب تا اینجا که اوکیه، من اینجا اومدم تو آنکرید ویو هولدر یک ویو هولدر از این آبجکت ویو هولدرم ساختم. توی آنبایند ویو هولدر اومدم، چون که ویو هولدری که اینجا هستش نالیبل هستش، من اینجا گفتم که اگه نال نبود آنبایندش رو کال بکن. و توی این آنبایند مثلا من میام تکست ویو دات تکست مساویه با یه چیزی که خیلی جالبه اینجاست که شما الان نمیتونید به این دسترسی داشته باشین به استرینگ لیست. چرا نمیتونید دسترسی داشته باشین؟ توی کاتلین هر کلاسی که تعریف میکنین اگه اینر کلاسه حتما باید ذکر بشه که این کلاس اینر کلاسه. توی جاوا برعکس اینه، یعنی اگه شما کلاس تعریف کنی اینر کلاسه، اگه بخواید نباشه بعد از استاتیک استفاده بکنین که بدون ساختن یک آبجکت از کلاس همون پرنتش بیاد این کلاس داخلی رو بسازه. توی کاتلین برعکسشه، شما اگه بخواید کلاس داخلیتون یک سابکل یعنی یک زیر مجموعه از کلاس بالاتون باشه حتما بعد از اینر استفاده بکنین. حالا دیگه من به استرینگ لیست دسترسی دارم. استرینگ لیست هم مثل عجیب غریبیه فکر کنم. بزن اینو لیست کنم. نه دیگه اگه این ور اصلا ستر گتر نداریم ما دیگه. ما یه if else یه خطی توی جاوا داریم که میگیم اگه این بود علامت سوال، یه شرطی، دو نقطه، یه شرط دیگه. توی کاتلین به این صورته که شما میگی که حالا اگه این شرط من، چون اینجا مدام ریترن میکنم حتما باید اینجا چک بکنم که اگه این نال باشه این اسکیپ میشه دیگه. خب چی من ریترن بکنم اینجا؟ میگم اگه این نال نبود سمت چپی اجرا میشه، در غیر این صورت این صفر ریترن میشه. حالا یه فرقی که فقط با جاوا داره اینه که شما تو جاوا احتمال داره شرطتون یه چیزی باشه، بعد از علامت سوال اصلا چیز دیگه باشه. توی کاتلین اینجوری نیسته، شما حتما این سمت چپیتون اجرا میشه، یعنی اون در صورت درست بودن اعمال میشه، شما دیگه شرط دیگه ای نمیتونید بذارید. اگه بخواید همچین کاری بکنید مثلا بعد از if else رو استفاده بکنید که if string distance مساوی null بود
مثلا چه میدونم صفر else این، چون که اینجا من گفتم که اینم بازم باید اینجوری باشه. این واسه وقتی که شما بخواید یه کار دیگه ای انجام بدیم، مثلا چون ایفتون یه چیزه ولی شرطتون یه چیز دیگه است، که ما چون اینجا شرطمون با ایف السمون یکیه میتونیم از همین اینجوری استفاده بکنیم. خب اینجا ما یه لیست بهش میدیم و یک لیست میخواد. من اینجا یک و اینجا هم استرینگ لیستم رو به این پاس میدم. خب این فکر کنم که تمومه، فقط من اینجا یه ارور داریم، اونم اینه که چون این احتمال داره که نال باشه. به این صورته چیزایی که حالا تو اینجا حمایت گرفتیم که اینر بود، که وقتی کلاسمون اینره من این راه هم بکنم حالا تا set data. چرا دیگه اینجا من گفتم بسیار که بیده adapter مساویه. چیزایی که ما اینجا گرفتیم که اگه کلاس رو بخوایم بنویسیم هستش، باید حتما اینر رو ذکر بکنیم. با بلاک اینیت آشنا شدیم که اگه ما بخوایم یک چیز رو توی کانستراکتور بنویسیم حتما از بلاک اینیت میتونیم استفاده بکنیم. از ایف الس های یه خطی کاتلین متوجه شدیم که چی جوریه و من الان اینم مچ پرنته. اینجا ما لیستمون الان ساختیم. این کلاس ادپترمون شد که اگه شما حالا اینو بیاین با کلاس جاوایش مقایسه بکنیم میبینید که چقدر حجم کدتون کمتره توی اینجا. حتی من الان اینم نیاز ندارم. این حجم کد ما الان با 38 خط کد تقریبا تونستیم یک ادپتر بنویسیم، حتی خیلی ساده. و اکتیویتیمون هم 27 خط. مرسی از توجهتون.